گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیزم سورا به یزدی برنت هستم صبح برای و شب خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم دوستان عزیز برنامه من از 45 دقیقه اومد به 25 دقیقه رسید دوستانی که میخواین شکایت بکنین میتونین اسپانسر برنامه بشین در حال حاضر برنامه ها هر چهار شنبه به وقت لس آنجلس ده صبح خواهد بود و تکرارش هم همون ده شب پخش میشه دوستانی که برنامه ها رو از دست میدین لطف میکنین میرین روی یوتیوب سودی یزدی سودی برنت و همینطور دوستان عزیز برنامه ها رو لایک کنین شیر کنین و بعد اینکه دوستانی که سابسکرایب میکنین براتون سیدی موفقیت رو میفرستن دیروز ایمیلی فرستاده بودن که آیا من میتونم دیویدی ورزش بگیرم نه دوستان اونجا انتخابی نیست دوستانی که سابسکرایب میکنین توی یوتیوب چنل من شما میتونین سی دی موفقیت رو بگیریم خب دوستان برنامه امروز در مورد پاکسازی هستش و بعد اینکه یه مقدار زیادی اگر ما متوجه بشیم که هر از گاهی اگر که پاکسازی انجام بدیم یه سری مواد غذایی رو استفاده نکنیم و یک سری از چیزها رو استفاده بکنیم که باید استفاده بکنیم خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم بهتر انرژی بیشتری داشته باشیم خیلی از حالتهای سینوزیتی، سرماخوردگی، مریضی ها و بیماری ها میتونن از این طریق از بین برن در ضمن، در اول برنامه بگم دوستان که وبینار من برای جواب و سوال هستش خیلی از دوستانی که سوال برای ما ایمیل میکنین همونطوری که میدونین من ترجیح میدم که سوال های مقدار بیشتر ریشه باشه در نتیجه شما میتونید حتی برای یک وبینار شرکت بکنید ما معمولا داریم 10 تا جلسه وبینار که قیمتش کمتر میشه ولی شما میتونید در یک وبینار شرکت بکنید و در اون وبینار سوالتون رو بپرسین که بیشتر ریشگی تر باشه و ما معمولا افرادی که تازه به ما جوین میکنن اجازه میدیم که اول اونها بیان سوال هاشون رو بپرسن چون که این دوره دوم وبینار هست که هر هفته روزهای شنبه ساعت ده صبح نهانیم شب ایران به وقت لس آنجلس ما انجام میدیم و اینکه دوستانی که با ما از اول شروع کردن هستن بنابراین یه گروه خیلی دوستانه و اونها صبر میکنن تا اینکه کسایی که جدید به ما میپیوندن اونا اول سوالهای خودشون رو داشته باشن امروز به خاطر تغییراتی که در این هفته پیش خواهد اومد که یکی از اونها هم تغییر مرکوری هستش که داره سیاره مرکوری که به عقب برگشت یه مقدار چیزا آهسته تر میشه و اونی که ما واقعا اون سوالی که من کی هستم پیش میاد که یه مقدار ما بیشتر به درون بریم و چیزای الکترونیکی خورده آهسته تر میشه و پوله ممکنه دیرتر به دستتون برسه و خلاصه اینم موقع خودشو داره تا وسط می ماه بعدی که دو مرتبه مستقیم به حرکت شروع میکنه ولی تغییر ما ربطی به سیاره مرکوری نداره امروز بعد از شوم من ساعت 11 صبح وبینار دارم و دوستانی که میخوان شرکت بکنین باید لطف بکنین یک روز قبل ثبت نام کرده باشین که بچه ها بتونن راهنماییتون بکنن که چطور از اون کودی که ما براتون میفرستیم میتونین استفاده بکنین در عین حال کلاس انرژی من که چند هفته از شروع شده فردا روز پنجشنبه ساعت ده صبح لس آنجلس خواهد بود به جای دوشنبه که معمولا روزای دوشنبه پخش میشه خب این از این داستان این بریم سر قسمت پاکسازیمون و اینکه خیلی از افرادی که در واقع من میدونم که حتی جلسه گیرند یا با همدیگه صحبت داریم معمولا روی رژیم نمیخوان آنچنان سفت و سخت باشن و کاملا زیرابی میرن و ما باید اینو در نظر داشته باشیم دوستان که یه بخش خیلی مهم از مریضی ها و بیماری های ما میتونه با تغذیه درست و پاکسازی به همون فوقلاده کمک بکنه خب اولین چیزی که ازتون میخوام این هستش که مقدار غذاتون رو خیلی 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 کمتر بکنین و بعد این که ما واقعا احتیاج به آب و غذا نداریم نمیدونم دو هفته پیش بود فکر میکنم کنم به یورن ترپی یا درمان درمان از راه ادرار بود که براتون توضیح دادم من یه مقدار بیشتر روی این ریسرچ کردم و تحقیقات کردم برای دوستانی که زبان انگلیسی رو متوجه میشین اگر برین روی یوتیوب و بزنین water of life آب زندگی آم، روی یوتیوب کلی 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 چیز در این زمینه هستش و این هم بر میگرده به زمان ایجیبشنا و مصر سابق و فرعونها که از اون زمان این قضیه بوده و بعد اینکه خیلی از شما ها میدونین که زمانی که شما فرزن گفتیم در جنگلی نمیدونم جایی هستین که ماری سکورپیوی یه چیز شما رو میگزه اگر بلافاصله خودتون ادرار خودتون رو بگیرین هم یه مقدارش رو زیر زبونتون بخورین و همین که روی دستتون یا اون قسمتی که چیز شده بزنین میبینین که بالا فاصله این مسئله از بین میره در ضمن برای دوستانی که میرین روی یوتیوب یکی از دکترا هستش که کتابی نوشته و این کتاب در سال 2000 رو فکر میکنم 20 نوشته شده که ایشون این دکتر از سال 2010 تجربه خودشون رو با تک تک مریض هاشون یه, یه ویدیو فوق العاده طولانیه و اینا در واقع کتابی رو که ایشون نوشتن به صورت آدیو در آوردن که یه نفر صحبت میکنه ولی از اون اولی که ایشون روی خودشون شروع میکنن و از خودشون این سوال رو میپرسن که اگر یه چیزی که ما میخوریم و از بدن ما خارج میشه بتونه چون شنیده بودن از دیگران که میتونین شما روی زخمتون بزنین روی هر چی بزنین اگر این رو ما دو مرتبه برگردونیم توی سیستم یعنی اون عمل سیرکولیشن چیزی که میاد و دو مرتبه برمیگرده آیا این نمیتونه کمکی بکنه به ما در نتیجه ایشون خودشون شروع میکنن و تمام دونه به دونه مریضی ها و بیماری های مختلف رو در موردش توضیح میدن کسانی که فرزن سرطان داشتن راجب سه تا خانم صحبت میکنن که اینها سرطان سینه داشتن و بعد که اینها رو شروع میکنن میذارن روی اینکه از صبح تا شب فقط ادرار خودشون رو ریسایکل میکنن دو مرتبه همون رو میخورن به غیر از اون هیچی نمیخورن در اون زمان حالت روزه دارن و بعد این که میگن که اون قسمت ها رو شما اگر یه حوله یا یه چیز رو خیس بکنین بذارین مینیموم دو ساعت روی اون قسمتی که فرزن تومر هست نمیدونم قده هست سرطان هست دندون درد اگر هست نمیدونم هر چیزی که هستش دو ساعت شما ببندین و با اون ادرار بذارین میبینین که بلا فاصله ورم میخوابه درده از بین میره و تمام اینا رو ایشون نشون میدن که چطوری نشون که نه گفته میشه که چطور تمام این چیزها بعد از دو ماه سه ماه پریودهای مختلف از بین میره نمیدونم کسانی که انگشتشون رو از دست داده بودن انگشت پا یا انگشت دست که این واقعا یکی از اون موجزه های میگن جهان هستیه که چطور این کمک میکنه که دو مرتبه انگشتی که از دست رفته یا انگشت پا که از بین رفته وقتی مرتبا اون شخص ادرارش رو میخوره و میپیچن با اون چطور باعث میشه که دو مرتبه و به چه سرعتی این رشد بکنه و در بیاد در مورد موها که دیگه این میگ... اینو روی اینترنت هم میبینین کسانی که موهاشون ریخته بود مثلا یه گردی خالی شده بوده بعد از استفاده روزانه زدن روی سرشون چیز میکنه مواد دو مرتبه خیلی رنگ اولیش تیره و بدون حتی موی سفید دو مرتبه رشد میکنه و برای کسایی که دیابت دارن کسایی که MS داشتن دونه به دونه اینا رو توضیح میدن که هر کدوم از این کیسا حتی ایشون این دکتر میگن که خانومی داشتم که دیگه بهش گفته بودن ده روز بیشتر نمیتونی زندگی بکنی و ایشون با این کار ادرار درمانی چطور ایشون رو بر میگردونن به زندگی و و این خانم تصمیم میگیرن که دیگه بعد از اون تمام مدت این روش رو ادامه بدن برای همه شما که الان دارین اه او نمیدونم این کارا رو میکنین دو مرتبه این یکی از چیزهایی که توی چین توی ژاپن خیلی سال داره استفاده میشه که انسانها ها وان ادرار همون میگیرن توش میخوابن و بعد اینکه برای کسایی که خیلی مریضی و بیماری آنچنانی و سرطانی و خیلی چیز دارن پیشنهاد میکنن که ادرار باید مرتبا دو ساعت یک کسی به بدن شما بماله و بعد از زیر آفتاب بخوابین اون زودتر شروع میکنه که این جذب میشه و بهتون کمک میکنه در ضمن برای همه دوستان ای او او که دارین الان این کار رو انجام میدین دو مرتبه به آگاهیتون میرسونم که تمام مواد آرایشی که شما استفاده میکنین از کرم پودر و رژ لب و نمیدونم تمام کرم های جوانیتون از ادرار گاو درشون استفاده میشه و اینم بدون استثنا هستش اوکی؟ پس دیگه این هم یه انتخابه میتونین دانش بکنین میتونین نکنین ایو. ولی برای کسایی که بیماری های خیلی خیلی شدید دارن پیشنهاد میکنن که در واقع ده روز پونزده روز یک ماه فقط روی همین باشین یعنی در واقع شما دارین یک روزه که روزه که درش اجازه دارین که ادرار رو مرتبا بخورین در اون روزه باشین خب بلا فاصله این کمک میکنه که میزان اشتهای شما کم میشه چون میگن تمام مواد مدنی و مینرال و هورمون و ملاتونین و تمام چیزهایی که بدن میسازه این داروخانه کامل درش هست برای کسایی که فکر میکنین برین خودتون تحقیق کنین برین روی یوتیوب گوش بکنین و بعد اینکه پیشنهاد میشه که اولین ادرارتون رو حتما بگیرین و اون هم بعد از چهار ساعت چهار نیمه شب اون بعد از اون همون چیز میشه دیروز داشتم به یه آقای هندی گوش میکردم که سی و پنج سال کار اکوپانچر رو انجام میدن سوزن ترپی و همینطور آیروویدیک که طب 4000 سال پیش هندوستان هستش و ایشون هم پیشنهاد میکردن که اولین ادرار بعد از ساعت چهار هستش که اون تمام ملاتونین که باعث ریلکسیشن، سراتونین، هرمون های خوشحالی و تمام هرمون های دیگه در اون هست بنابراین اون اولیه مهمه که از اون استفاده بکنین و این هم از این داستان این بنابراین میریم توی قسمت بعدی دوستان توی رژیم غذایی من پاکسازی در همه گروه خونی من نوشتم فرقی نمیکنه گروه خونیتون A A B هستش O هستین و سیستم پاکسازی من یکی از راحت ترین پاکسازی هاست به خاطر اینکه شما فقط و فقط در اون دوران دو روز سه روز چهار روز یه هفته ده روز هر چقدر که میرین سبزیجات و جوانه خام هستش هیچی پخته یا چیز نمیشه ام بعد در به خدمت شماها برسونم که برای کسانی که میخواین وزنتون رو کم بکنین چون ما هنوز خیلی توی این زمینه ایمیل و دو مرتبه یه برنامه دیگه راجع به این بزار داریم ولی دوستانی که میخواین وزنتون رو کم بکنین و به نتیجه نرسیدین اولا که من یه پکیج دیویدی و سیدی دارم که تمام دیویدی های شماره یک، دو، سه، چهار، شیش، هفت، نه ده 12، دوازده و 16. اینا تمامشون دیویدی های چربی سوز هستند و بدون اقرار هیچ چیزی شما رو به اون سرعت کار کردن با این دیویدی ها و سیدی ها به وزن دلخواهتون نمیرسونه، ردخور نداره باشگاه جیم نمیدونم هر کاری که بکنین به اون سرعت شما بدنتون فرم نمیگیره و چربی نمی, رس... نمی سوزونی در ضمن رژیم غذایی که میدونین رژیم غذایی من جدا شدن مواد غذایی از هم دیگه میوه پروتئین کار بعد در هر وعده هم جدا بشن به اضافه گروه خونیتون هستش و بعد اینکه کسانی که واقعا میخواین جدی و از کم بکنین سعی بکنین که اول با یه پاکسازی شروع بکنین چون پاکسازی یه تلنگوری میزنه که متابولیسم یه تکونی بهش بخوره و یه مقدار از این سموم و انگل و نمیدونم همه این چیزها از سیستم بدنیتون خارج بشه در این حال توی این زمینه دیویدی تغذیه هست دیویدی استرس و دیپرشنه چون ما میدونیم که چقدر اعصاب خراب ما روی اضافه وزن ما اثر میذاره توی آنلاین کورس که 18 تا کلاس هستش سه تا از اون کلاس ها یکی دو مرتبه ورزشه یکیش تغذیه است یکیش در مورد کاهش وزن هستش به خاطر اینکه من همیشه معتقد هستم که هیچ بخشی از من انسانی از همدیگه جدا نیستن در نتیجه شما از اون بالا بدن عرفانیتون اگر با این جهان هستی وصلین اگر تسلیمین اگر راحت میبخشین اگر کلی احساسات و نمیدونم غم و اندوه و این چیزها رو با خودتون جمع نکردین پروسس کاهش وزن شما خیلی سریعتر خواهد بود برای اینکه اکثر اوقات اون احساساتی که شما در خودتون نگر داشتین و اون احساسات هضم و جذب نشدن و نمیتونین رهاشون بکنین اون به شما فوق کمک میکنه با یادگیری آنلاین کورس قضیه بخش عرفانی اون یا سیدی های عرفانی یک و دو و سه و مدیتیشن کاهش وزن مدیتیشن عشق به خود اونا کمک میکنه که این بدن کلا و هماهنگ همه, همه قسمت هاش بخشاش از بدن عرفانی و بدن ذهنی و بدن احساسی و بدن فیزیکی با همدیگه و هماهنگ باشن برای اینکه ما اینو میدونیم که شما زمانی که فرزن اکثر افرادی که اضافه وزن دارن حتما رژیم های اشتباه زیاد گرفتن و در نتیجه با هر رژیم اشتباهی که شما گرفتین متابولیزمتون رو پایین آوردین و دو مرتبه این قضیه باعث شده که شما یه استارتی لازم دارید دوستانی که بر من ایمه زده بودین که شما قبلا دی های من گرفتین همه این چیزا میکردین انجام میدادین خوب بود خیلی عالی یه مدت ول کردین دو مرتبه اون شروع از کجا بزنین یا اینکه در وبینار ما شرکت بکنین همونطوری که گفتم شما میتونین یک جلسه بیاین مسئلهتون رو مطرح بکنین و ریشگی روش کار بکنین ببینیم که تو کدوم بخش بیشتر احتیاج به خونه تکونی هست که شما کدوم قسمت رو نبخشیدین و رها نکردین اوکی؟ توی پاکساز... برای پاکسازیتون دوستان شروع بکنین از صبح به خصوص صبح ناشرا دو تا لیوان آب ولرم همیشه سعی کنین که چیزایی که نوشا... نوشیدنی که استفاده میکنین به درجه اتاق به درجه اتاق باشه و اینکه خیلی سرد یا خیلی گرم نباشه شما وقتی که چند تا قطره لیمو میریزین توی هر لیوان آبتون اون مثل صابونی میمونه که در واقع شروع می کنه تمام مدت معده و روده و شکم و همه اینا رو میشوره و پاکسازی میکنه میتونین آب گرم چون وقتی که آب گرم استفاده میکنین توش یه مقدار لیمو میریزین اون کمک میکنه که شما جلوی اشتهاتون خیلی گرفته میشه یادتون باشه که همه شما بیشتر از اونی که باید میخورین در نتیجه خیلی از اوقات احساس گرسنگی شما اصلا گرسنگی نیست اون احساس گرسنگی یا تشنگی هستش به احتمال خیلی زیاد پس هر موقع که شما گرسنتون میشه اگر دو تا لیوان آب با لیموی تازه یا سرکه سیب ارگانیک اگر توش بریزه اون باعث میشه که بدن شستشو انجام بده و بعد میبینین که شما در واقع گرسنه نیستیم خیلی دیگه از زمانهایی که شما احساس گرسنگی میکنین در واقع بوردم یا اینکه حوصلهتون سر رفته وقتی که زیادی دورور خودتون چرخیدین وقتی که زیادی تلویزیون نگاه کردین وقتی برنامه خواستی هدف خواستی اتفاق آنچنانی نمیفته شما حوصلتون سر میره پس اینو یاد بگیرین که زمانی که شما احساس میکنین که میخواین غذا بخورین قبل از اینکه بپرین در یخچال رو نمیدونم این برون و بشینین چند دقیقه از خودتون بپرسین که آیا این واقعا احساس گرسنگیه یا اینکه یه احساسی داره منو اذیت میکنه یه چیزی کلافم کرده به هم ریختم حوصلم سر رفته روی احساسه کار کنین. پس به احتمال زیاد اگر شما وقتی که احساس گرسنگی میکنین سر خودتون رو گرم کنین با یه کار دیگه تلفن بزنید به دو نفر غیبت کنین پشت هم دیگه یا اینکه بزنین بیرون پیاده روی کنین خرید کنین هر کاری بکنین میبینین که بلا فاصله به محض که تمرکز شما از روی اون برداشته میشه اون احساس از بین میره اوکی؟ پس اگه میخوان وز کم بکنین دوستان عزیز من سعی کنین که اولین کاری که میکنین میزان غذاتون رو کمتر بکنین خورده خوری داره نشون, نشون میده که ما اضافه بعض میگیریم باز دو به اینجا اعلام میکنم خود من که میگفتم در روز چهار یا پنج وعده غذای کوچیک بخورم الان میگم نه این کارو نکنین مکسیموم سه وعده غذا و اینکه در هر وعده غذایی که استفاده میکنین باید فرزن یک چهارمش غذای پخته باشه و سه چهارمش باید غذای خام باشه به خاطر اینکه زمانی که ما خامخاری میکنیم اون سبزی، اون گیاه، اون هر چیزی که ما میخوریم آنزیم های لازمه رو با خودشون دارن برای اینکه اون رو بشکنن ولی زمانی که ما پل و خورشت میخوریم دیگه اون یه غذای مرده است که برعکس اونی که ما فکر میکنیم اون به اون صورت موادی که باید توش باشه نیستش و اکثر اوقات باعث میشه که ما به خاطر زیادی خوری هم که میکنیم اون غذا در واقع بیشترش هضم و جذب نمیشه زمانی که میخواین غذا بخورین خیلی سعی کنین که مایندفول باشین یه محیط خیلی آروم حتما شنیدین که هیچ وقت هیچ وقت شما ایستاده نباید غذا بخورین موقعی که تو ماشین هستین و رانندگی میکنین نباید غذا بخورین زمانی که میخواین غذا بخورین فکر بکنین که این یه زمان در واقع الهیه که شما یه زمانی رو میذارین و سعی کنین که هر لغمه ای که میخورین مینیموم 25 بار 30 بار اون رو بجوین تا قشنگ بزاق دهن ترشو بشه و اسید و تمام کارهایی که مده معده باید انجام بده انجام بدین و بعد اینکه سعی کنین که مینیموم 20 دقیقه غذای شما طول بکشه اگر شما 25 30 بار بخور هر لغمه رو بجوین به احتمال زیاد بعد از لغمه پنجم یا ششم شما احساس میکنید که سیر شدین برای اینکه 20 دقیقه طول میکشه دستگاه گوارشی به مغز ما این پیام رو برسونه که شما سیر هستیم اوکی وسط غذا به هیچ عنوان آب و نوشیدنی مخصوصا برای کسایی که غذاشون رو خوب حزم و جذب نمیکنن اکثر اوقاتی که گس جمع میشه یا شکمتون بلافاصله ورم میکنه و باد میکنه یک ساعت قبل از غذا در دوران غذا و بعد از غذا به هیچ عنوان مایع یا نوشیدنی استفاده نکنین در اینجا شما یکی از چیزهایی که من خیلی پیشنهاد میکنم چه برای سرماخوردگی زمانی که سرماخوردگی خیلی شدید دارین زمانی که کانجستت هستین بینی و چشم و دماغ و اینا گرفته اولین کاری که میکنین لبنیات رو به کل قطع میکنین میدونین که من اصلا طرفدار لبنیات نبودم و هنوز هم نیستم به خاطر اینکه اینها خیلی موکس فورمینگ هستن حالت خلط بر ما به وجود میارن و در دوران خوردگی، اولین کاری که میکنیم باید تمام مواد لبنیاتی هر چیزی که از گندم جو نمیدونم قلات به طور کلی جلوگیری بکنین و همینطور پروتئین چون هضم و جذب پروتئین خیلی طولانیه بنابراین بدن شما باید انرژی خیلی زیاد مصرف بکنه که بتونه این غذا رو هضم و جذبش بکنه پس الان پیش خودتون میگین که خب پس ما قلات که استفاده نکنیم پروتئین هم که نخوریم لبنیات هم نخوریم پس چی دیگه مون در دوران سرماخوردگی شما میخواین خامخاری بکنین و خامخاریتون روی سبزی و میوهجات باشن اوکی ولی چای که من همیشه پیشنهاد میکنم که استفاده بکنین آب گرم هستش به اضافه چند تا قطره لیموشو میتونین به اندازه که خودتون دوست دارین بریزین دارچین که میدونین فوق کمک میکنه برای تنظیم قند و انرژی و چربی سوزی زرچوبه که میدونیم می امروز که یکی از بهترین انتای اینفلاماتوری هستن یعنی ورم و باد رو میگیرن و چقدر کمک میکنن به جلوگیری از سرطان زعفران که کمک میکنه به آرامش اعصاب همینطور جینجر زنجبیل که کمک میکنه به هضم و قز... هضم جذب غذای شما اینا رو همه رو با همدیگه قاطی میکنین یه چای بزرگ و بعد سعی کنین که این رو در طول روز استفاده بکنین اگر سر کار میرین که یه فلاکس آب گم بردارین اینو با همدیگه مخلوط کنین میریزین اون تو با خودتون میبرین و در تمام طول روز شما هی میخواین دو تا سه تا قطر سیب بکنین لازم نیستش که شما قلب قلب یه دونه لیوان رو بدین بالا ولی همونی که خورد 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 در طول روز شما اینو استفاده میکنین اون کمک میکنه که به مقدار خیلی زیادی جلوی اشتهای شما رو میگیره و بعد اینکه کمک میکنه که سرماخوردگی خیلی سریع از بین بره در زمین این رسپی برای خیلی چیزا رسپی من در بیاری خود منه ولی به خیلی از چیزا کمک میکنه فرزن کسانی که آرتروز دارین ام دارین کسانی که کلا ورم دارین روده متحرک دارین این بهتون خیلی خیلی کمک میکنه کسانی که باز میخواین وز کم بکنین بهتون کمک میکنه در دورانی که شما احساس میکنین که انرژیتون پایینه کسایی که دست و پاشون خیلی سرده طبق آیروویدیک من توضیح دادم سه تا دو شاهاشو واتا پیتا کافا و ها که خیلی بدنشون خشک و سرد هستش معمولا این بهشون خیلی کمک میکنه کافاها که خیلی اضافه وزن میگیرن و خیلی حالت کانجستد دارن تنبلن تو حرکت کردن اونا بهشون خیلی کمک میکنه برای اینکه بعضی از اوقات من میبینم افرادی که با من تماس میگیرن برای جلسه خصوصی میبینم که تعادل درش نیست یعنی بدن بیشتر به طرف سردیه و برای اینکه ما اون رو تعادل بش بدیم باید بیشتر از مواد خشک و گرم استفاده بکنید در زم زیره هم اگه دوست دارین بعضیاتون طرفدار زیره هستین میتونین اونم بهش اضافه بکنین و این برای داستان پاکسازیتون سبزیجات 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 یادتون باشه که میوه ها همه پر از قند و شکر هستن در نتیجه خیلی میوه زیاد نخورین در دوران پاکسازی سعی کنین که بیشتر از سبزیجات رنگی استفاده بکنین باز دو مرتبه تو خانواده سبزیجات رنگی فرزن نمیدونم چغندر تا زمانی که پخت نشده فوقلاده یکی از چیزهایی که کمک میکنه به پاکسازی کبد جعفری شوید اینا تمام چیزهایی هستن که دندلیان که سیستم بدن رو تمیز میکنه این از قسمت پاکسازیتون برای دوستانی که علاقه من هستین با من جلسه خصوصی بگیرین و چند تا سوال داشتیم آیا تخفیف میدین بعد متاسفانه به خاطر اینکه در جلسه خصوصی من باید بشینم با شما یک ساعت یک ساعت و نیم تخفیفی وجود نداره و به احتمال زیاد قیمتش هم بالا خواهد رفت اینه که خواهشان در این زمینه سوال نپرسین تخفیف نیست اما شما همیشه میتونین وارد وبینار بشین که هفته یک بار برگزار میشه سوال خودتون رو در اونجا داشته باشین برای تمام دوستانی که موندین توی زندگیتون نمیدونین چیکار کنم افسرده نمیدونم این اونه در زم تلگرام منم هفته پیش این دوست وبگای ما را انداخت و با تعجب ما بلا فاصله دوستان از همون لحظه اول ما رو پیدا کردن تلگرام رو من همه رو نمیرسم به خاطر حجم بالا و زیادش جواب سوال بدم ولی دوستانی که میگین که خیلی ناامیدین خیلی دیپرسین نمیدونم این اون ازتون خواهش میکنم که در وبینار شرکت بکنین و بعد اینکه چیزایی که کمک میکنه که خودتون رو از اون جایی که هستین در بیارین واقعا یکی از اونها آنلاین کورس هستش آنلاین کورس هم 18 تا کلاس براتون فرستاده میشه که شما با زمان و وقت خودتون میشینین اونها رو گوش میدین چهارده تاش ویدیوه که من رو میبینین و چهار تاش آدیو هستش دوستان عزیزم با آرزو بهترین ها براتون تا هفته آینده چهارشنبه آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپرم I love you え